اینجا دوحه قطر تو هیاهوی جام ملت‌ها اومدیم لابی یکی از هتل‌ها که یکی از مهمونایی که می‌خوایم باهاش گپ بزنیم اقامت داره. با بازیکنی می‌خوایم صحبت کنیم که دهه 80 وارد تیم ملی شد. بهتر بگم اولین دورگه‌ای بود که وارد تیم ملی ایران شد و خیلی زود جاشو تو دل هوادار ایرانی باز کرد. فریدون زندی عزیز. فریدون سلام، خوبی؟ سلام. مرسی که دعوتمون کردین. مرسی که اومدین اینجا. قربونت. و اینکه اول من یه چیزی هم بگم، فریدون چند روزه که در غم از دست دادن مادر محترمشه و به تسلیت میگم فریدون، انشالله که روحشون در آرامش و شادی ابدی باشه همیشه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. واقعا زمان سختیه ولی حالا متاسفانه باید بگذرونیم. خدا بهت صبر بده، خدا پدرتو برات نگه داره و اتفاقای تخت دیگه تو زندگیت نباشه. فریدون زندی الان کجاست؟ چی کار میکنه؟ دوحه ای؟ آلمانی؟ چی شد؟ هم اومدی قطر؟ برای بازی ها اومدی یا نه؟ کلان کاری داری قطر؟ اونجا زندگی میخوای کنی؟ آره اتفاقا یه چند تا دلیل که اومدم اینجا، حالا یه آب و هوا هم عوض کنم، میخواستم عوض کنیم. حالا تو قطر هم یه هنوز چند تا دوستا داریم که میخواستم یه سر بزنیم و هم جاملت تا که داره شروع میشه اینجا، گفتم حالا سه تا نکته هست که اومدیم قطر که یه چند هفته اینجا میمونیم. حالا هنوز اتفاق معلوم نیست چقدر میمونیم، حالا فعلا هستیم. فریدون تو از آلمان فوتبالت رو شروع کردی، اومدی تو ایران و بعد الان وارد مربیگری شدی تو آلمان. و اینکه آینده مربیگری چی میشه؟ یعنی دوباره مثل دوران بازی دوباره احتمال داره بیای تو ایران؟ ببینیم، بعد از فوتبال که قبلش هم گفتم که یه برنامه داشتم که مربیگری دنبال کنم که از پایه هم شروع کنم. رفتم تو آلمان تو باشگاه زنگپالی تو پایه، از پایه یاد گرفتم که بعدش واقعا کمک مربی 0-23 شدم دو سال، که بعد از دو سالم سر مربی اونجا شدم، که دو سالم اونجا سر مربی زیر 23 بودم که خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی پیشرفت کردم، که بعدش یه تصمیم گرفتم که بوندسلیگا دو برم سمت دینامو دریسدن، اونجا دو سال کمک مربی بودم، دوباره تو حرفیا کار کردم، دوباره خیلی فهم کردم، دوباره محله بعدی رفتم که خیلی زمان خوبی بود برای من، کلا خیلی لذت میبرم از مربیگری. ولی بعد از اون تایم یه چیزی میشه گفت یه استراحتی هم میخواستم بکنم یک سال، که از لحاظ خانومم حامله شده بود، الان خدا رو شکر بچه دارم شدیم، که این تایم رو با خانواده بگذرونم. الان خودتو میبینی الان توی تصمیم بعدی برای مربیگری خود میخوام نگاه کنم که یه چیزی طولانی مدت باشه. سخت پیدا میشه تو فوتبال، واسه که معمولا یه چیزی کوتاه مدت، به خاطر خانواده یه جایی میخوام یه جا بمونم، نه هی دوباره یه شهری عوض کنم. حالا ببینیم چی پیش میاد تو فوتبال الان تو آینده، ولی الان که یه کم اومدم بیرون دلیلش اینه. کدومش سخت‌تر الان، فوتبال بازی کردن یا مربیگری؟ ببین تایم که تو روز داری میگذرونی واقعا، خب مربیگری خیلی زیاده، یعنی واقعا تو آلمان از صبح میری سر کار، شب هم برمیگردی، خیلی فرق میکنه عنوان بازیکن دیگه، میری سر تمرین، حالا اگه حرفی کار کنی حالا هنوزم یه ساعت دو ساعت قبل از تمرین میای، یه ساعت هم بعد از تمرین دوباره یه کار میکنه، اینا که حرفی میکنه، ولی خب تایمی که میگذره خیلی بیشتره عنوان مربی، ولی لذت که عنوان فوتبالیست داری دیگه خیلی بیشتره دیگه. ولی به هر حال یه اندی داره فوتبالیست بودن، همه دیگه باید تمومش کنم. بعدان من عاشق فوتبالم، برای همین برای من خیلی مهم بود تو فوتبال بمونم. حالا چه کاری اینجوری، حالا من مربیگری تصمیم میگرفتم، حالا ببینیم تو آینده چی میشه. بدنت هم حفظ کردی یعنی هنوز؟ خدا رو شکر. اتفاقا بعضی موقع یه چند کلو اضافه میکنیم، بعد یه موقع دوباره کم میکنیم، یعنی این موج میره، این موج. کلن تو خیلی چهره دوست داشتنی، جذاب، اومدی خیلی
شیرین صحبت میکردی با همون اولش که اومدی. من هنوزم شیرینه تو فارسی بهتر شده الان تازه. من اومدم ایران بهتر میشه. من اومدم ایران خیلی خوش اومدم با این جملت کامل. من هنوز ولی خب منم چند بار ویدیوشو دیدم، من هنوز باورم میشه که واقعا میخواستم بگم خوشحالم که اومدم، ولی یه جوری دیگه شد. حالا انتظار خب ازت دارم تو فارسی، ولی خب با همون جمله تو قشنگ نشستی تو دل ایرانی‌ها. آره خیلی دیگه درنمیاد، هر کسی مثلا جدید میبینیم این داستان درنمیاد. جام ملت‌های 2007 رو می‌خوایم مرور کنیم. خب تو پست جدید گفتی، دفاع چپ بازی کردی، اونجا بازی اول با ازبکستان رفتیم یه گل به خودی نیمه اول و نیمه دوم با یه تعویض و جواد کاظمیان اومد تو، یه تغییراتی شد تو تیم، برگشتیم 2-1 بردیم. یه مرور سریع با هم بکنیم از بازی ازبک بگو خودت. نه طبیعتا میدونید تو هر جامی اولین بازی کم سخته، استرس زیاد داره آدم، تحت فشاری، هیچ فقط خیلی کم پیش میاد بازی قشنگ انجام میده. برای خب برای به گل بی خودی عقب افتادیم که فکر کنم با این، حالا شاید هم با تعویض، ولی با این اتفاق یا جون پیدا کردیم که میخواستیم برگردیم به بازی و بازی رو ببنیم، که خدا رو شکر این اتفاق افتاده که واقعا خیلی مهمه اولین بازی رو ببری تو هر جامی، یا خود فشار کمتر میده. بعد افتادیم به چین که دوباره عقب افتادیم، دو هیچ هم عقب افتادیم، اصلا دو هیچ عقب افتادیم و یک کاشته قشنگ. حالا به هر حال دو هیچ عقب افتادیم، دوباره تحت فشار کاشته قشنگ. هم خوب گفتی کاشته خودتو دیگه. بعدش هم من اتفاقا نگاه کردم چجوری زد، من هم همونجوری بزن. اتفاقا بازیکان رو میشناختم، اصلا تو آلمان بازی میکرد، ولی خب برای با کاشه من فکر کنم میتونستیم برگردیم به بازی که جواد میکنم و که دو دو زد، که خدا رو شکر این یه امتیاز خیلی مهم بود. البته خب قبلش هم میدونستیم حالا یه بازی هم دیگه داشتیم با مالزی، میگه میدونستیم تیم ضعیفیه، حالا بدون تحت فشار میتونستیم بریم تو این بازی که بازی قشنگی نبود، ولی به هر حال بردیم. سه تا بازی اول تو بازی کردی، رفتیم یک چهارم با کره و تو نیمکت. اتفاقا همینجا به خاطر این اومدم جام ملت‌ها، میخوام از امیر خان بپرسم چرا این کار کرد. واقعا هنوز نمیدونم. این سه تا بازی انجام دادن که دو تاشون خوب بود، حالا مالزی آخه دفاع چپ هم خیلی تاثیر داشت، فشاری نبود، هیچ فشاری نبود، برای رو به جلو هم که اینا بسته بودن اینجوری. حالا به هر حال اون بازی رو بیرون بودیم که خیلی تعجب کردم. بعد های فکر کنم ولی تو این بازی بعد از 60 دقیقه اومدم یه خود ناراحتم اومدم تو، ولی یک کم روند بازی هم عوض شده، موقعیت یهو درست کردیم ولی نتونستیم گل بزنیم، که به پنالتی رسیدیم که متاسفانه تو پنالتی افتاد. تو پنالتی اول تو زدی؟ من اولین پنالتی من زدم، گلم زدی. آره. کره رو به نظرت اون کره رو میتونستیم ببریم یا نه؟ مثلا کشیدن بازی به پنالتی طبیعی بود؟ نه اون کره، راستش رو میخواین اون کره با اون کره که الان مثلا هست اینجوری اصلا کاملا فرق میکنه. اون کره خوب نبود واقعا، راستش رو باید میگفت ما خیلی بهتر بودیم، اصلا 100% بازی رو باید میبردیم. ولی فکر کنم دلیلش هماهنگی اون بازیکن‌ها، یو وحید باید بیشتر چپ بازی میکرد، عنایتی هم باید چپ بازی میکرد، اینجور پست اصلیشون نبوده، برای همین خودشون یک کم اذیت شدن و کیفیت خود بازیکن میاد پایین. در واقع تو پنالتی که کشید بازی با کره، اون بازیکنایی که قرار بود حالا انتخاب شده بودن تو تمرین‌ها پنالتی خوب می‌زدن، همه قبول کردن بزنن یا کسی بود که مثلا بگه آ من نمی‌زنم، مثلا استرس داشته باشه بگه من؟ راستش می‌خوام، من درست یادم نیست ولی من حافظه‌ام خیلی بد. واقعا یادم نیست، انگار الان سوال کردین انگار یکی بود که نمی‌خواست بزنه ولی اسمشو نمیدونم. نمیدونی یا نمیدونم یا نمیتونم بگم؟ نه پس بود، نه الان نمیخوام اسم ولی میدونم، پس کسایی که قبول نکنن فکر کنم بود، فکر کنم، ولی 100% مطمئن نیستم، برای همین نمیگم. البته یه حاشیه هم فکر کنم امیرحسین صادقی هم اونجا اخراج شد دیگه از اردو فکر کنم، آقای قلعه‌نویی گوشش کنن، یعنی ما تو اونجام یه حاشیه‌ای هم تیم داشت. حالا میخوام بگم شما که بهم بگین که حاشیه نبود تو آره، همیشه که تو تیم ملی بوده. چرا دو تا رفت نجا نگرفتیم اگه بخوایم ببندیم الان اون
تورنمنت رو بعد دقیقاً اولین تورنمنت بعد علیدایی بود دیگه. علیدایی دیگه تیم ملی رفته بود دیگه، ما نداشتیم علی بعد جام جهانی رفت دیگه، به همین دیگه شک نداشت، شک نداشت بدون علیدایی بازی کردن. آره یکی دیگه باید بازی میکرد که آره شاید هم دلیلش این بود. آره واقعا تیم ملی باید عادت میکرد که یه فورد دیگه باید پیدا کنه که فیکس باشه که همه بازی ها انجام بده، شاید هم مشکل این بود. خب جاملت ها، خب تو یه دوره تو تیم ملی حضور داشتی و 4 سال بعد از جام جهانی مقدماتی جام جهانی 2010 داشتی، تو مقدماتی 2010 دیگه ناکام بودی. زمان علی دایی خب وارد تیم ملی شدی، بازی کردی، بعد دیگه نبودی، مصدوم شدی ها؟ آره من چند تا بازی زمان علی دایی بازی کردم، با همون بازی امارات هم بود که یکیچ بردیم، یه بازی بعدی هم انجام دادم که بعدش دیگه یه مصدومیت 3-4 ماه داشتم که خیلی اذیت شدن که دیگه دعوت نشدن. ولی بعدش که آماده بودم هنوزم دعوت نشدن، یکم یعنی دیگه زمان علی دایی دیگه بازی نکرد. دیگه قطبی اومد که یو من اون موقع ربرس بازی میکردم، یو به من زنگ زد من میخوام تو رو دوباره دعوت کنی، قبول میکنی اصلا برگردی اینجوری اینجوری، که گفتم آره من خیلی دوست دارم برگردم که میخوام بازی کنم برای تیم ملی، که اولش هم خیلی بازی فیکس بازی کردم. آره کرج خیلی... دوستانه با اندونزی ما بازی کردیم. آره 5-2 تا گل زدیم. خوبم بازی کردم، گل زدم با چین رفتیم اونجا. بحرین هم بازی داشتیم. حالا اینو 4-2 بحرین بعدش بود البته. آره الان آره. آره میدونم ولی بعدش بود. راست میگی. آره بحرین بعدش بود. آره بحرین. آره تو قبل از اون 3 تا بازی آخر یه دونه اندونزی تو کرج بود 5 خوردیم، 2 تاشو خودت زدی، بعد با چین رفتیم اونجا دوستانه، بعد یهو رفتیم اون 3 تا بازی مهممون کره شمالی و امارات و کره جنوبی سئول بود فکر کنم، ووسان بود یادم نیست، تو کره که مثل کف دستش افشین قطبی گفت من کره رو میشناسم، تو اون ست بازی کلا چسبیدی به نیمکت. اتفاقا یه زمانی که من از دست یه مربی خیلی ناراحتم، اون زمان اون مخصوصا اون ست بازی که خیلی از دست افشین قطبی ناراحتم، واسه که آخه دلیل قبلش بازی میکردم، بعدا اصلا خود تیم یه گلزن هم میخواست اون موقع، یعنی کسی نبود که من اون سال همون قبل از اون 3 تا بازی تو ربرس 18 تا گل زدم، یعنی تو اوج بودم، یعنی چیز گل زدن داشتم، یعنی احساس چیز، حتی بهش گفتم که خودش هم قبول کنم، ولی یو این 3 تا بازی انجام نم، ما هم که اصلا گل نمیزدیم دیگه. من فکر میکنم نه که من بودم، ولی اون زمان شاید این بازی رو انجام میدادم، شاید به هر حال یه گلی میزدم واسه که رو فرم بودم دیگه. حالا خدا میدونه از این زمان مثلا بهش نگفتی چرا منو بازی ندی بعدش؟ آره باش حرف زدم. آخه هی مثلا چیز میگفت که علی کریمی رو پست من بازی میکنه، نمیتونه علی کریمی رو تعویض کنه اینجور. آقا من میگم علی کریمی و من قبلش هم با هم بازی میکردیم، این چیه؟ اگه یه رای میخوای پیدا کنی پیدا میشه. حالا دیگه نگفت دل شیر داری فریدون این چیه؟ نه نه خب اینو که خیلی ها میدونن که بعضی موقع سیاه بازی در دیگه نمیدونم تو ایران یاد گرفته یا قبلش بلد بود. پس یعنی حس میکنید غیر فوتبالی تو رو نیمکت نشین کرد، یعنی فنی نبود نیمکتت؟ اینو شما میگی، من نمیدونم، نمیخوام چیز کنم، ولی ممکنه ممکنه. و بعدی که تیم ملی نرفت افشین قطبی موند، ابقا شد و مربی تیم ملی بود، که اون بازی بحرینی که 4-2 باختیم 2 تا زدی بازی هم کردی، آخرین بازی ملیت هم 9 دی 88 2009 مقابل مالی تو همین قطر بود. آره تازه مالی هم یه پاس گل، اصلا الان مثلا هنوز هم تو تیم ملی اصلا تو قطر هنوز یه پاس گل قشنگی به کریم انصاری فت دارن که اصلا اینم جالب بود که اون به اسمی شد که آخرین بازیش. بعد زمان کیروش که اومد دعوت شدی به تیم ملی؟ فقط برای یه اردو. یه اردو بعد یه جلسه ای با کیروش شدی، بعد تو خداحافظی کردی. تو اون جلسه دوباره چی بود؟ یه دلایلی آوردی مثل اینکه براشون، که بعد اون موقع مدیر رسانه تیم ملی اعلام کرد که آقای فریدون زندی کیروش احترام میذاره، میگه که همیشه باید نمیدونم تیم ملی اولویت باشه بر منافع شخصی و ما فریدون زندی رو میذاریم کنار دیگه. چی گفتی تو اون جلسه؟ تقاضات چی بوده کیروش؟ نه خب شما میدونی من مثلا
بعضی موقع بعد موقع ساکت میمونم، اون موقع ساکت موندم، به احترام تیم ملی ساکت موندم که فقط حرف کیروش اومده بیرون یا حرف فدراسیون اومده بیرون. من گفتم حالا اینا حرفشو بزنن. راستشو میخوام، من دعوت شدم بعد از یک سال. من اون موقع فکر کنم 30-31 سالم بوده. بعد از یک سال دوباره دعوت شدم، رفتیم اردو ترکیه، بازی داشتیم با آلبانیا که همه بازیکن‌ها اومدن تو توی بازی، همه تعویض شدن، همه تنها بازیکنی که من بازی نکردم. گفتم یعنی چی؟ گفتم حالا به اون موقع امید نمازی هم کمک مربی بود، گفتم بهش من لطفاً یه جلسه با کیروش میخوام، میخوام باهاش حرف بزنم. که یه حرف زدن خیلی ساده، فقط گفتم ببینید اگه معنی اینه من بعد از یک سال برگردم 30-31 سالم هست اینجوری مثلا اصلا بازیم ندین، اینجوری به نظرم هم بی احترامیه هم فایده نره. حالا یه بازیکن جوان‌تر دعوت کنیم، من با خانواده برم خونه. همون حرف رو زدم. خب فریدون تو که به حال حرفه‌ای بودی، بوندسلیگا بازی کرده بودی، به نظر اگه بذاره صبر میکردی حالا شاید بازی بعدی اینا بهت بازی بده. با یه بازی آلبانی گفتی چون بازی نکردن یه ذره عجولانه رفتار کردی؟ نه اتفاقا واسه اینکه کاملا قبول دارم وقتی یه بازیکن برمیگردی تیم ملی، قبلش هم همش تیم ملی بوده. آقا شاید بازی چند... بندت بازی میداد. خوب آخه شایدم نه، شایدم نه آخه همونو میگم، من آدم بودم که میخوام حرفامو بزنم تو راست باشم. حالا بعضی موقع ساکتم، آره به موقع ساکتم، ولی به موقع هم باید آدموش حرفشو، من اصلا بی احترامی باش حرف نزدم، فقط نظرمو گفتم. این یه خود قاطی کرد دیگه. آخرش من گفتم خب پس بهتره دیگه نیام دیگه، اینجوری خداحافظی کردم. من دیگه نه، موفق باشین انشالله، هم خیلی موفق باشین. از همون اردو همون روز رفتم دیگه. رفتی که رفت. دیگه رفتم. شد 30 تا بازی ملی و 7 تا گل. البته حالا برای زدن 29 تا اون اندونزی رو هم چرا برات حساب نکردم؟ یه چند تا، یه دو سه تا بازی رسمی 30 تا ولی رسمی ویکی‌پدیا برات زدن 29 تا، یعنی اندونزی که دو تا گل زدی رو حساب نشده. نمیدونم چرا اونم اندونزی. بنظرم بعضی بازی‌ها داشتیم که مثلا خیلی رسمی نمو آخرش میشد اصلا 35 30 ولی 30 تا 7 تا گل و اینکه 9 تا گل نه دیگه هفته دیگه دو تا دیگه چونه نداره. هفته دیگه چیز نگم، به همین من دارم بگم هفته. برو ویکی‌پدیا 29 تا 5 تا برات زدم. آره نه نه من شوخی کردم. 30 تا 7 تا چون اندونزی تیم اصلیش بود و امیدوارم که سریع اصلاح شه این قضیه. 5 سال کلا تیم ملی، ولی بعد از مسابقه دوباره من حساب میکنم، من فکر کنم 9 تا اصلا. 5 سال کلا تیم ملی بازی کردی، یعنی 83 تا 88 حالا زمان کیروشینا رو بذار چون بازی نکردی. چرا انقدر کم؟ تو با اون تبلیغات از آلمان اومدی ایران، خودت ایران رو انتخاب کردی، چرا انقدر کم بود دوران حضور فریدون زنجانی تیم ملی ایران؟ سوال خوبی بود، ولی خب یه دلیلم که از دیر اومدم. من 25 سالم بود اومدم، یعنی خیلی جوانم دیگه نبودم، یعنی حالا 25 دیگه الان زمان الان که دیگه پیر هستم، ولی اون زمان هنوز اوکی بود. به هر حال تو فکر کنم تو فوتبال باشگاهی بهترین اتفاق برای من نیفتاده بعد از که اومدم تیم ملی. یه دلیلش هم میتونه این باشه، یه دلیلش هم میتونه باشه خب به هر حال خیلی زبونو بلد نبودم، خیلی از خودم نمیتونستم دفاع کنم، ساکت بودم که یه خود به هر حال اذیتم شدم که راحت میشد مثلا فریدون رو خط بندازیم، چیزی نمیشه که حرف نمیشه دعوا نمیشه، خط بزنیم البته خط بندازیم دوره بیا صوتی رو دادم دیگه. بعد پس فکر کنم دلیلش ایناست که کم چند تا دلیله. راجع به این جاملته بخوام یه صحبتی هم بکنیم. شانس تیم ملی تو این دوره تو چطور می‌بینی؟ فکر کنید شانس قهرمانی هستیم یا نه؟ احتمالاً هم یک چهارم احتمالاً رو کاغذ پیش بینی می‌کنیم باز می‌خوریم به کره جنوبی. نظر خودت چیه؟ ببینید به نظر من که اولا که مهم نیست به کی می‌خوره. من فکر کنم این تیم الان که الان چند سال، حتی قبلش هم گفتن چند سال با هم دیگه بازی می‌کنن، الان یه تجربه پیدا کردن، همه یه سندی دارن که بهترین سند دارن. حالا یه چیز منفی هم داره ولی حالا اینو شو بعدش شاید بگم، ولی فکر کنم
کیفیتش رو 100% داره که این جامو قهرمان کنه، واسه اینکه مخصوصا رو به جلو خیلی کیفیت داریم. اگه بقیه براشون کار کنن، یه برنامه‌ریزی خوب انجام بشه، من فکر کنم خیلی میتونم موفق باشم تو جام، واسه اینکه واقعا کیفیتش رو دارن، دست به دست کار میکنن، تجربه دارن. بعدش حالا تو خود جام اگه نگاه میکنی شکل بازی باید شاید هی باید عوض کنم به نظر من، واسه اینکه تو گروپ حالا تیم‌ها خیلی چیز نیستن، هی مالک توپ میشن طبیعتاً، تیم هی توپ رو داره، تیم یعنی رو دو تا چیز باید کار کنه، مالک توپ، موقعیت پیدا درست کنی وقتی که تیم حریف بسته بازی میکنه، و بعدش ولی تیم قوی تر میاد شاید بازی با عوض کنه، مثلا به کره میرسن یا به ژاپن میرسن یا به هر تیمی، شاید اینا با توپ بهتر میتونن کار کنن از ما، شاید اون موقعی باید ضد حمله کار کنی، ضد حمله ولی با برنامه، نه فقط حالا دفاع کنی. الان کره رو میتونیم ببریم ای بهش بخوریم نظرت؟ با یه برنامه ریزی خوب، با به نظر من عنوان مربی الان فکر میکنم، فکر میکنم ما چیزشو نداریم که با بازی سازی میتونیم کره رو ببریم، ولی با ضد حمله 100% میتونیم ببریم. با ضد حمله با بازی سازی نمیتونیم، با ضد حمله میتونیم ببریم. آره. ولی خب اینشو فرقشو بفهمین که ولی تو گروپ باید هی با توپ باید کار کنیم، واسه اینکه تیم ضعیف اینو بسته 100% بسته بازی میکنن. اگه فلسطین حتما بسته میخواد بازی کنه. هنگ کنگ هم که حتی 100% میخواد بسته بازی کنه، حالا شاید هم نه زیاد هم نمیشون، ولی به نظرم این اتفاق میفته. یو بعد از که از گروپ قد میشن، یو تیم ها مثلا کره جنوبی یا چیز بیاد، یو شاید ما باید بازیمون عوض کنیم شکل بازیم، که یو ضد حمله ولی با برنامه ریزی. ما الان قهرمانی تو جام ملت‌ها 47 سال هم رد کرد که قهرمان نشدیم. تو این سال عراق قهرمان شد، قطر قهرمان شد، ولی هنوز ایران قهرمان نشده. فکر می‌کنی دلیلش چیه؟ راستش رو می‌خواین، من فکر می‌کنم ما یه چیزی تو فرهنگمون داریم که خیلی حساسیم، خیلی استرس می‌گیریم تو این بازی‌ها بزرگ، یا خودمون نمی‌تونیم نشون بدیم. اینو من خودم تجربه کردم، بعدش هم تجربه کردم که بازی خیلی حساس، اکثرا بازیکن‌ها نمی‌تونن خودشون نشون بدن. یه دلیلش هم اینه. یه جمع‌بندی کنیم آخرش، یه چند تا سوال کوتاه. به نظرت حضور دورگه‌ها، بازیکن‌های دورگه، حالا خودت میگم اولین بازیکن بودی تو فوتبال ایران، خوبه یا نه؟ چون ما نمونای بدم خیلی داشتیم که جواب ندادن. حالا بیتاشور بود، دانیل داوری بود، امیر شاپورزاده بود، یه پس امید نظری بود فکر کنم، چهار تا بازیکن داشتیم، اینا اصلا جواب ندادن تو فوتبال ایران. به نظرت خوبه این اتفاق یا نه؟ اصلا هر کی بره همونجا تو همون نه. کشور بود. ببینیم آخرش باید به کیفیت بازیکن نگاه کرد، نه که بیرون بزرگ شده. سوئد بازی کرد، امیر شاپورزاده بوندسلیگا هانزاروسک بود، چه میدونم دانیل داوری خب آرمینیا بیلفلد بود. نه خب چیز. حالا بازی رو باید نگاه کنی، باید نگاه کنی بازیکن خوبی هست یا نه. خب بد باشه که خب مربی باید بفهمه بازیکن اصلا ربطی نه از بیرون از تو، اگه بازیکن خوب هست دعوت بشن، اصلا شاید بهتره واسه اینکه با یه فرهنگ حرفی‌تر بزرگ شدن، ولی اصلش کیفیتشونه دیگه. وقتی که نمیشه گفت بعض، منم یه زمان فکر حالا مثلا من این کارا کردم این تاز یهو دنبال بودم فقط بازیکن پیدا کنم که بیرون یه جایی بزرگ شده، کیفیت معنی نداره. اول کیفیت نگاه ها، بعدا شاید بهتر از بیرون بیره، واسه اینکه حرفی در کار میکنه 100%. با توجه صحبت هایی که با هم کردیم، پس برگردیم به عقب بازم ایران انتخاب بکنیم 100%. پشیمون 100%. حالا یه اصلا زندگی خصوصیت هم تحت تاثیر ایران قرار گرفتی، ازدواج کردی. اصلا همه اونو فقط میشه گفت، فقط اون دلیل نیست، ولی اونو فقط میشه گفت که داری حاصل حضورت در ایران و حال انتقال رابطه خوب، رابطه بدی هم پیدا کردم اینو ولی اینقدر رابطه خوبی پیدا کردم تو ایران، اینو واقعا همش تشکر میکنم، واقعا تصمیم خوبی گرفتم. خوبی فریدون زندی الان تقریبا 20 سال گذشت از اومدنش تو فوتبال ایران. دوست داری از تو چه تعریفی کنن فوتبالی ها؟ ولی اسم فریدون زندی میاد چی تو ذهنشون میاد؟ خودت چی دوست داری؟ چه تعریفی باشه ازت؟ ببین فکر کنم
آخرش فوتبالی اصلا زیادم در مورد من حرف بزنم خیلی مهم خیلی خیلی مهم نیست برام شخصی حرف بزنم میگم پسر خوبی بود آدم خوب پسر رو راستی بود بیشتر این مهمه برای من حالا فوتبالی هم بگن این خیلی بد بود اما دوست ندارم دوست دارم برای ایران زحمت کشیدم که این واقعا هم فکر کنم با تمام وجود مخصوصا برای تیم ملی ما ببینی من شما میگی مثلا تیم ملی بازی ها تیم ملی من اکثرا من نمیگم ترکونم ولی اکثرا من به خاطر همون حساسیت خیلی ها دارن تو بازی به نظر من بازی تو تیم ملی اکثرا خوب انجام دادن بود اون وسط بد بازی کردن اینه طبیعت تو حرکت اضافی نمی کردی مثلا خیلی بخوای با تو آخه بازیم همون بود آخه مثلا اینم اتفاقا اینم شاید یه مشکلی بود واسه اینکه اون زمان مثلا همه میگفتن بازیکن باید توپ بگیره دریپ برزنه بازیکن اینجوری نبودن که نه اصلا هافبک وسط بودم پاس بده پاس بگیره با بازی سازی کنه من بازیکن اینجوری نه که بازی توپو بگیره بعدن شوت خوبی داشتم سانت خوبی داشتم کیفیتم این بود یکی ازم میخواد سه تا آدم رو دریپ بزنم نه اونو نبود رنگ موهات هم عوض شد تو ایران اون موقع که اومدی رنگ میکردی اما اون موقع رنگ میکرد الان دیگه اصلشه الان دیگه اصلشه الان بابایی الان بابایی اون موقع چشام چی شد از بی خوابی اون موقع بهت نمیگفتن رنگ نکن موهات اون موقع اومدی ایران نه واقعا نمیگفتن یه زمان اصطلاح فقط یه بار گفتم این موهات رو اینجوری نبند تنها وقتی که مثلا به موام گیر دارن اون نبستی دیگه نبستم ولی دلیلش فقط این نبود آخه معمولا من اینجوری موام میبستم یه زمان گفتم حالا اینجوری ببنم مثلا اینجوری ولی خودم خیلی اون زمان خوشم نه دوباره اینجوری گذاشتم ولی دیگه حالا جبر حالا کشرم اینداختی آره معمولا کش بیشتر دوست داشتم ولی بعدش این در واقع راحت تره واسه که هنوز با کشم مو میاد جلو ولی اگه درست ببندی کمتر از الان دیگه به یاد جوانی این کار نه دیگه ما دیگه پیر شدیم دنبال یه چیزای دیگه دنبال یه چیز برای دولت موفقیت داریم مرسی خیلی ممنون که ایران اگه شرایطش اوکی بود باشی ببینیمت به عنوان سرمربی و استارتشو بزنیم دیگه دیگه فقط فکر تو آلمان الان نباشه نه حالا ببینید قسمت چیه واقعا برای حتی زندگی خصوصی هم بهترین اتفاق ان شاءالله بیفته ولی باید تصمیم من الان شما راستشو بخوای من اینجوری نیست میتونستم الان خالی مونم یعنی من چند تا پیشنهاد از بوندسلیگا دو قطع کردم واسه اینکه دوباره یه شهری دیگه باید میرفتیم کمک یا کمک نه این کمک که همه میگفتن چرا اینو قطع میکنی گفتم شاید اینجا نه شاید اینجا شاید فکری تصمیم درستی نبود ولی احساس میکنن الان درست نیست الان ببینیم حالا تو آینده چی میشه واقعا از همه هوادارا همه تماشاشی واقعا تو این چند سال واقعا حمایت کردم از من حتی اینا که حمایت نکردم از من ولی واقعا مردم ایران خیلی دوست دارن سلام میرسونن موفق ایشالله همه موفق شن برای تیم ملی هم میخوام بگم برای این جام ملت‌ها یه آرزو موفقیت واقعا این تیم خیلی شانس داره مردم ایران رو خوشحال کنه این مهمترین نکته است اصلا جام مهم نیست مردم ایران رو خوشحال کنه من خیلی خوشحال میشم ایشالله این اتفاق بیفته مرسی فریدون خواهش میکنم